کیوسکیهای عزیز درود بر شما از اینکه با ما همراهید سپاس گذاریم اناوین خبرها پیام مهم رئیس موساد به خامنه ای ناچار به تسلیم هستی و با بالاخره فساد 19 میلیون یورویی در شستا دست دزدان این بار در جیب بازنشسته ها لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم داوید بارنعا رئیس موساد در سخنانی هشدار داد اگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سراغ اسرائیل بیایند ما مستقیما به ایران ضربه خواهیم زد او افزود خامنه ایران را متقاعد خواهیم کرد که ترور بسیار پرهزینه است و ارزش هزینهاش را ندارد این خبر در حالی منتشر می شود که یک فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران مدعی ساخت پهباد مخصوص نابودی اسرائیل شد این فرمانده گفته است پهباد آرش دوران برای تهاجم به حیفا و تلاویف در نظر گرفتیم. سرتیب کیومرس هیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران درباره مانور اخیر این نیرو توضیحاتی داده و به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است پهباد یا هواپیمای بدون سرنشین موسوم به آرش دو که اخیرا در مانور نیروی زمینی استفاده شده مخصوص تهاجم به حیفا و تلاویف در نظر گرفتیم و یک پرنده بینظیری است که برای این کار ساخته شده است به گزارش بی, بی سی حیفا و تلاویو از شهرهای اسرائیل هستند تنشهای لفظی ایران و اسرائیل در ماههای گذشته رو به افزایش است و بر اساس گزارش ها اسرائیل به طور مرتب مراکزی را در سوریه هدف قرار می دهد که مرتبط با شبه مورد حمایت ایران از جمله انبار تسلیحات است فرمانده ی نیروی زمینی ارتش ایران گفته آرش دو جزو پهپادهای راهبردی است که منتظر عوامر هستیم که انشاالله یک روزی دستور بدهند به کار گرفته شود مطابق قانون اساسی ایران آیت الله علی خامنه ای فرمانده ی کل نیروهای مسلح است سرتی پیدری گفته است فرمانده ی کل ارتش یک ساختاری را تعریف کردند مخصوص نابودی رژیم کودککش صهیونیستی این آرش دو در آن ساختار سازمانی شده و به همدلله هم در بحث تولیدش هم در بحث بکارگیریش دستی بر آتش این کار داریم و این پهپاد هم وارد نیروی زمینی شده است فرمانده ی نیروی زمینی ارتش ایران در توصیف قابلیت های خود آرش دو گفته است هم سیستم های جست و دارد و هم قابلیت های منحصر به فردی دارد که خودش را چند بار بازیابی می کند تا وقتی که به هدف اصابت بکند و ردخور ندارد پهپاد آرش دو برد اعلامی 2000 کیلومتری دارد به گفته که سرتی پیدری آرش دو پدر رزمایش اخیر نیروی زمینی ارتش توانسته همان نقطه ای که موشک فتح 360 مورد اصابت قرار دارد را منحدم کند رسانه های ایرانی میگویند آرش بخش دو دارای برد اعلامی 2000 کیلومتر است روزنامه همشهری چاپ تهران میگوید این پهباد 90 دقیقه مداومت پروازی 90 دارد و پیش بینی می شود سرعت آن حدود 100 کیلومتر در ساعت باشد اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران درباره پهپاد آرش دو و ساخته شدن آن برای هدف قرار دادن شهرهای اسرائیل در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای لفظی میان ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد بنی گانز، وزیر دفاع اسرائیل ماهها پیش ایران را متهم کرده بود که از پایگاههایی در چابهار و قشم در جنوب ایران حمله دریایی انجام میدهد و پهپادهای نظامی از جمله پهپادهای پیشرفته شاهد را به پرواز در درمیآورد پایگاه پهپادی در جزیره قشم از هشت سال پیش در رسانه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای گزارش شده و حتی در نقشه گوگل در جنوب این جزیره دیده می شود. احتمال دارد منظور آقای گانز از پهپاد پیشرفته شاهد شاهد 149 یا پهپاد قزه باشد که نمونه پیشرفته تر شاهد 129 است. حدود سه ماه بعد از اینکه بنی گانز وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که سپاه دو پهپاد از داخل ایران به طرف اسرائیل فرستاد که ارزیابی این است که هدف از پرتابشان این بود که آنها را به نوار غزه یا کرانه باختری برساند تا به دست سازمانهای تروریستی برسد پیشتر رسانه ها در اسرائیل گفته بودند که اواخر بهمن پارسال دو پهپاد سپاه بر فراز آسمان عراق هدف قرار گرفتند به گزارش رسانه های اسرائیل این دو پهپاد از نوع شاهد 136 توسط جت های جنگنده آمریکا در نزدیکی اردبیل در کردستان عراق سرنگون شدند اواخر بهمن 1400 نور نیوز پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده بود که در یکی از مقرهای پشتیبانی سپاه پاسداران در منطقه ماهی دشت کرمانشاه آتش سوزی رخ داده است. بعضی از رسانه های اسرائیل میگویند که این حمله در واکنش به تلاش سپاه برای فرستادن پهپاد به داخل اسرائیل بوده است. ایران از سازندگان پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین است. نیروی هوایی ایران طی بیشتر از چهل سال است که از انقلاب بهمن 57 سپری می شود. به دلیل تحریم های تسلیحاتی آمریکا نتوانست خود را به روز نگه دارد و جنگنده ها و هواپیما هواپیماهای نظامی آن فرسوده شده است از آنجا که فناوری تولید هواپیما بسیار پیچیده است و ایران چنین توانایی را در اختیار ندارد به توسعه برنامه موشکی و تولید پهپاد رو آورده است تا بخشی از کمبودهای خود در نیروی هوایی را جبران کند مقام های آمریکا در دولت ترامپ رئیس جمهور پیشین ایران را متهم می‌کردند که پهپادهای خود را در اختیار برخی از گروه گروه های شپ منطقی قرار می دهد و از جمله در جنگ یمن شپ نظامیان حوسی با استفاده از این پهپادها مواضعی در خاک عربستان را هدف قرار دادند. منابع غربی گفتند که ایران برخلاف مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در تحریم تسلیحاتی یمن این تجهیزات را در اختیار حوسی ها قرار داده اما ایران این اتهام را رد کرده و گفته که حوسی ها خود به فناوری تولید این تجهیزات دست یافتند. هرچند جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های نظامی و تسلیحاتی امریکا است اما به طور مشخص برنامه پهبادی آن تحت تحریم قرار نگرفته اما مجلس نمایندگان آمریکا زمینه آن را فراهم کرده است مجلس نمایندگان آمریکا در اردیبهشت سال جاری طرح قانون توقف امکانات پهبادی ایران را که آذر 400 به طور مشترک توسط کارگروهی از نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به مجلس نمایندگان تحویل شده بود تصویب کرد قانونی شدن این طرح مستلزم تصویب در مجلس سنا و امضای رئیس جمهور آمریکا است و بالاخره فساد 19 میلیون یورویی در شستا دست دزدان این بار در جیب بازنشسته ها گزارش مدیرامل سازمان تامین اجتماعی از فساد 19 میلیون یورویی در پتروشیمی های این سازمان خبر داد میرهاشم موسوی مدیر سازمان تامین اجتماعی از یک پرونده فساد در شرکت های پتروشیمی وابسته به این سازمان به مبلغ حدود 19 میلیون یورو خبر داد و گفت که این پرونده از سال حدود 12 سال پیش در جریان است به گفته موسوی با مبالغ 2.5 میلیون دلار و 50 میلیون درهم در سالهای 2010 و 2011 میلادی رخ داده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد و اعلام کرد که در این پرونده هنوز حکم صادر نشده است. پیش از این مجلس در گزارش تحقیق و تفحص خود از سازمان تأمین اجتماعی از فساد در شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه این سازمان خبر داده بود. از جمله این شرکت‌ها پتروشیمی آبادان بوده که گزارشهایی درباره فساد در آن منتشر شده است. شرکت شستا از زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن بیش از دویز شرکت و مؤسسه تجاری در حوزه های مختلف به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور شناخته می شود. مدیر سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت که پنج ملک بسیار با ارزش این سازمان در بهترین نقاط و با متراژ بالا با یک مصوبه در اختیار شرکت های زیر این سازمان قرار گرفته است. به گفته موسوی این شرکت زیر سازمان تامین اجتماعی واگذاری این ساختمان ها به شرکت ها یا افراد دیگر نداشته اما آنها را واگذار کرده و بخش عمده پول آنها به تامین اجتماعی باز نگشته است به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افرادی که اکنون این ملک ها را در اختیار دارند ماموران حراست که برای پیگیری به این ملکها مراجعه کرده بودند را راه ندادند پیش از این نیز مختلفی از فساد در شرکت های دولتی یا نیمه دولتی که خصولتی خوانده می شود منتشر شده است. از جمله مجلس شورای اسلامی ماه گذشته در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان از 92 هزار میلیارد تومان تخلف این شرکت شامل حیف و میل سرمایه ها و پرداخت هدیه و کمک به نهادهای حکومتی از جمله اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین چهره های سیاسی خبر داد.